سازمان ملل متحد میگوید که در 30 نشست دوحه خواست اول نمایندگان ویژه کشورها با موضوع تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان بود. درباره پیامدهای این نشست با محترمه نظیفه حقپال دیپلمات پیشین افغان صحبت میکنیم که همین اکنون با ما در برنامه هستند. بله میرمن حقپال خبروان تخرغل است. خانم اقبال، سازمان ملل متحد نشست سوم دوحه را در عدم حضور مدافعین حقوق زن و فعالان مدنی برگزار کرد. شما پیامدهای نشست را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا سازمان ملل متحد با آنچه میخواهد دسترسی حاصل خواهد کرد؟ سلام خدمت شما، خدمت بیننده ما. به نظرم سازمان ملل متحد به هدفی که این نشست برگزار کرده بود او را تامین نکرد، به خاطر از اینکه خود عدم حضور قشر وسیع مردم افغانستان، به خصوص جامعه مدنی، به خصوص فعالین حقوق زن که یکی از شرایط طالبا بود که باید حضور پیدا نکنند و بحثی که باید در نشست در روزهای دو روز اصلی جلسه باید سرش بحث می شد، مسئله نقض حقوق بشر، حقوق زن و خصوصا مسئله تعلیم زنا بود که باید این بحث ها صورت می گرفت. اما ما دیدیم که به خاطر از اینکه برای طالبا امتیاز داده باشند، به خاطر از اینکه حداقل طالبا را به میز مذاکره بکشانند، اینا از این دو موضوع بسیار مهم و اساسی که اصلا نفس این جلسه به خاطر دایر می شد که باید به بحران افغانستان رسیدگی کنه و این دو مسئله، عدم حضور زنای افغانستان و جامعه مدنی و بحث حق زن و یا حق تعلیم دخترها، این دو مسئله وقتش از این نشست حذف شد، به نظر من نشست به نتیجه که باید مردم افغانستان توقعش داشتن به اون نتیجه ما نمیتونیم که بگوییم نایل شده باشیم. میرمن حقپال، ملګری ملتونه او طالبان په خپل دغه غونډې څخه خوښ وو، خو ملګرو ملتونه هم بیا یوه ورځ د غونډې وروسته د ښځو د حقونو فعالانو او یو شمېر د مدني ټولنې غړو سره لیدلې دي، ولې بیا هم تشویش شته دی؟ زه فکر کوم چې دوی خو خپله وویل چې مونږ قناعت لرو، دا خو د ملګرو ملتونو هغه د ډیپلوماسۍ او د عامه ډیپلوماسۍ مسله هم ده. خو زه فکر کوم چې دوی چې یو ورځ پس د غونډې په د حاشوي بحث کې هغه هم دغې دپاره چې مونږ ولیدل چې ښځې او مدني فعالین دوی ډېر وسیع کمپاین اچولی و دوی دغه د دوحې ناستې تحریم کړ، د دې دپاره چې حد اقل دنیا ته وښیي چې مونږ د افغانستان د مدني ټولنو د غړو سره مو خبرې وکړلې، دغې دپاره دغه ناسته یې دوی دایره کړه. خو په څنګ کې مونږ ولیدل هغه کسان چې د مدني ټولنو د نمایندگان په حیث په دغه ناسته کې حضور پیدا کړل، هغه خلک ول چې دوی په دې دریو کلونو کې ښودلي ول چې دوی په یو ډول باندې د طالبانو سره هم خواخوږي درلوده او یا هم یو څه شخصي و نور ګټې د دوی په افغانستان کې وو. نو د هغه د مدني ټولنې غړي چې دوی عملا د طالبانو طالبان نقدوی، لکه فرض مثال هغه معترضین ښځې چې د طالبان زندانونه یې تیر کړی ول، د فکر کوم چې هغه اصلي خواو سره باید دوی وخت بلل شوی ول، د دوی څخه د دوی نظر اخیستل شوی چې دغه د افغانستان مسله څنګه ده، نه هغه مدني ټولنې چې دوی د نقد مسله نه مطرح کوي بلکې ډیر زیات کوشش کوي چې ما میرمن اقبال دغه کسان چې تاسو ورباندې شک لرئ چې د میرمن د حقونو فعالان نه دي یا د مدني ټولنې غړي نه دي، نو بیا څوک انتخابوي؟ څنګه دلته تللی شي چې لاړ شي خبرې وکړي؟ تاسو پوهیږئ چې د دغه بلندلیکونه د یوناما لخوا دوی ته استول شوی وو، او یوناما تاسو پوهیږئ چې په دې دریو کلونو کې وښودل چې دوی هم افغانستان کې د ستونزو سره مخ دي، دوی د افغانستان کې دې دپاره چې
حد اقل خپل کار ته ادامه ورکړي. دوی په یو ډول باندې غواړي چې د خپل ماموریت ادامه پیدا کړي او په تان کې حد اقل هغه مسؤلیتونه هغه وظایف چې دوی ته سپارل شوی ده هغه حد اقل په ورقو کې دا سر ته ورسوي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه بلنه د یو ښه شفاف میکانیزم په اساس نوی شوی. بله خب خانم اقبال، سازمان ملل متحد تلاش میکنه یک نماینده ویژه را بر افغانستان انتخاب بکنه، اما تا به هنوز به تحقق امر موفق نشده. آیا فکر میکنین که تعیین نماینده ویژه هنوز هم برای افغانستان مهم است؟ به نظر ما تعیین نماینده ویژه به خاطر مهم است که ما میخواهیم که روزا اوتنبایوا او کار را که باید انجام بده و ماموریت که یونما از شورای امنیت تمدید شد ماموریتش و اهداف که برش تعیین شده و اهداف نتانسته برآورده کنه، چون یکی که این خانم به نهایت از ابتکار از خود نداره و در این زمان تحت تاثیر طالباس در کابل موقعیت داره. بنابراین ما به یک نماینده ویژه ضرورت داریم که این بتانه اول بین کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی یک همگرایی و هماهنگی را ایجاد کنه در مورد افغانستان و بعد با تمام طرفهای معزلی افغانستان که جامعه مدنی، جریان‌های سیاسی که اکثریتشان در تبعید هستن با اینا در گفتگو شوند و تا یک حد از تاثیر طالبان باید مثل روزا اوتنبایوا واری تاثیر نداشته باشه و کاملا ماموریتش ماموریت تطبیق خطنامه 2021 شورای امنیت و اساسنامه گزارشگر مستقل ملل متحد یعنی سینروغلو باشه. مېرمن حقپال، ملګری ملتونه وایي چې افغانستان په خپل منځ او له ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د څه شي په اړه اندېښنه لري؟ تاسو ولیدل راپورونه ډیر ښایي، مثلا د ملګرو ملتونو راپور چې د افغانستان څخه امنیتي تهدید و هم د تروریزم پقلشته، د القاعده ځالشته، نور تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. ملګرو ملتونه نور راپورونه لري چې بېوزلي څومره زیات شوی دی. موږ د ریچرډ بنټ چې ځانګړی راپورټر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دپاره د دې ګزارش موږ دوه هفتې مخکې ولیدل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړل چې هلته د سیستماتیک تبعیض په اقله د ښځو په اقله ډېر دردیدونکي ګزارشونه خپاره کړل او ډېر حقایق وویل. نو د افغانستان بحران ټولنیز بحران ده، اقتصادي بحران ده، امنیتی بحران ده. دغه ټول خبرې د ملګرو ملتونو ته، نړۍ ته، د افغانستان خلکو ته، د سیمې هیوادونو ته اندېښنه ایجادوي، ځکه چې هر وخت امکان لري چې د افغانستان ټولنه خو موږ ګورو چې هر ورځ په ناورین کې او په مشکلاتو کې غرق شوی دی او لا هم بدتر کیږي. خو د دغې مشکلات او ستونزې کیږي چې ډېر په اسانۍ سره د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته هم سرایت وکړي. بله خب همگی شاهد هستیم که چالش ها و مشکلات از لحاظ حقوق بشری در افغانستان زیاد است، ولی عمده ترین مشکل زنان در افغانستان به نظر شما فعلا چی است؟ خب مشکلات زنان متعدد است. اصلی ترین مسئله محروم کردن تعلیم، محروم کردن دخترها از تعلیم و زنها از کار است. شما اگر یک دختر که از تعلیم محروم میکنین، شما اتوماتیک قدرت کار و نیروی تولید اقتصاد ازشان میگیرین و تبعات و عواقبش هم سر فامیلش است، هم سر جامعه به شکل وسیعش. بناهن در پالوی زی که ای مثل یک زنجیره است. شما میبینین خشونت های خانوادگی زیاد شده است، شما میبینین که سیستم حقوقی، قضایی و عدلی که بتانه به خشونت ها رسیدگی بکنه، حداقل خانه های امن باشه که در اوج زنایی که مورد خشونت قرار میگیره در اوج باشن. پس مشکلات زنا اصلی ترین مشکلش عدم دسترسی یا حداقل محروم کردن زنا از حق تعلیم است که این همش باز مشکلات دیگه را به بار آورده.
بناهن به نظرم این مشکلات بسیار عظیم است، فاجعه بسیار بزرگ است که رخ میده در کشور افغانستان و ما زیاد جای متاثر کننده است برای همه ما. این حالت میره به طرف عادی شدن. سه سال مرمون حقفال دقیقه کما اندیخنه چه در خز و وضعیت پرتاس و خوده کسی هم زینستون دشته سیده چی خزی لور زدک یا مکتبون تنشته لیل اینجونی خو طالبان وای چې خسته د شریعت پرانا کې حقونه ورکړې دي. بل پختنه مې دا و چې د افغانستان د مسالې په اړه د نړۍ د هیوادونو ترمنځ دریس هم یو نه دی. بل اخر د افغانستان د روان سیاسي وضعیت څنګه هواري دی شي کو یو لاند ځواب راکړي. از فکر کوم چې د طالبانو دا ادعا چې دوی وای چې د شریعت په اساس د حقوق ورکړې دي دا بالکل باطله ادعا ده. ځکه چې ډیر مسائل از باته ویچ که در شریعت حقوق چه طالبان ورکری بی نور نه اسلامی تاریخ کسی او شاید دادی چه طالبان تدبیقوی او هم نه اسلامی نور حیوادونه او دا چه در افغانستان تشالت کنده هر چیز فکر کن که طالبان باید تدی بند پوشی چی دوی دغستی خپل حکومت دوام ورکی نو دغا ادامه امکان نلری دغا در طبیعت دغا در افغانستان در طولنی سرستازدار حالت نده او نری هم باید تدی بند پوشی چی در افغانستان سخه تحقیق کلو تمواجه ده نو پدی اصلا فکر کنم چی افغانان او طول او حتی طالبان طول باید لاست یو کی او باید دیو اساسی قانون پا اساس او حکومت چی واق خلق و تبوش پارج دی او خلق تصمیم و نیسی تو توک انتخابوی ای طالبان انتخابوی ای دیره منانا اسلامی انتخابوی ای جمعیت انتخابوی باید دغه واق خلق و تبوش پارج شی او قانونی نظام جور شی. پخانه دیپلومات نظیفه حقپال دیر زیاد منانا کور بدان تشکر از زورتان با برنامه.